چطوره؟ احوال شما چطوره؟ خوب هستی؟ من که کلی دلتنگتونم. امروز اومدم براتون با یک داستان فوق‌العاده مهیج جذاب. حواسا جمعه جمعه؟ خب خدا باشد. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، اهالی جدول نشانه های فارسی رفته بودن کجا؟ مدرسه. خب معلم داشت براشون درس میداد، تمام اون نشانه هایی که شما تا اینجا آموختی نشسته بودن پشت میکرد. خانم آموزگار شروع کرد براشون درس دادن. چه کتن که درس بده صدا اومد. خانم معلم درس کرد، درس زده بودن. بله خانم معلم در رو باز کرد، یه دفعه دید چهار تا برادر شیطان اومدن. تازه بعدم نشانه های دیگه هم یاد میگیرید، اما یادتون باشه دستش
قشر خط زمینه دراز نیست. یکی دونه های شفک الفامون تا الان کیا بودن؟ بچه ها داخل کلاس بچه ها یه جدول نشانه فارسی کلی دست زدن، گفتن خانواده داداشای خیلی خوش اومدید به شفک الفای ما. دیدی داستانشو؟ این داداشای شیطون بلاها آمدن و یکی یکی خودشون رو معرفی کردن. خانم معلم گفت حالا فهمیدم شماها توی معرفیتون خیلی میکشیدین صداهاتون رو، میگفتین من اول هستم، من غیر اول هستم، من آخر چسبان هستم، من آخر تنها هستم. چهار تا برادر شیطون بلا پس صداتون کشیده است. گفتن بله. خانم معلم گفت خب تشریف بیارید، شما شیطون بلاها تشریف بیارید، من داخل شمرک الفا شما چهارتا رو یک جا بگذارم کنار هم، بیاین پیش بقیه صداهای کشیده همه بچه ها مثل شما که الان دارید دست جیب و هورا میزنید به افتخار ورود پنجمین نشانه فارسی که صدای کشیده است دست جیب و هورا زدم. خانم معلم گفت بچه های شهرک الفا حالا برای من صداهای کشیده رو بگید. بچه ها گفتن می‌کنی. گل بذاره یه قشنگم، این تصویری که می‌بینی
کجاست؟ بله آخره. الان از ای آخر تنها استفاده کردم. خوب دقت کن، قبل از ای آخر تنها چه نشانه‌ای دیدی؟ دستشو خط زمینه درسته؟ نه 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 نه، پس از ای آخر تنها استفاده می کنم. اگه دستش رو خط زمین دراز بود چه نشانه ای از ای می اومد؟ ای آخره چسبان. از سم شما کلمه بعدی رو ببین، گفتیم همه ما کجا زندگی می کنیم؟ خانه. ای آخره چسبان آمده، چون نگاه کن صدای قبلش غیر آخر، دستش درازه. خب تصویر بعدی درخت. نشانه ای که قرمز شده کجاست؟ زیر وسط کلمه است درخت. چه ای اومده؟ ای غیر اول. باری کلمه شما پسر دانا و توانا. بیا قسمت جمله های پایین با من بخوان. استخر نرده دارد. دیگه بیشتر کلماتشو خودت میتوانی بخوانی. اگر احیانا نتوانستی بخوانی میتونی تصویر خوانی کنی. استخر آب دارد. خانه درخت دارد. چهار برادر شیطون یه دور دیگه با هم مرور کنیم. بله. خب نشانه اول من چیه؟ اول. صداشو بکش. اول. بله مثل چی؟ تصویر رو یادت بیاد. استخر. باریکلا. بعدی ده با ا چی میشه؟ ده ده
غیر اول حرفی میکنم و یک بار با آخر چسبان، چون دستش رو حد زمینه درازه. نشانه بعدی سا سا سو سی باری کلا با ای چی میشه؟ سه 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 میشه. اصلا به شما یک بار با ای غیر اول و یک بار با چه هی؟ ای آخر چسبان، چون غیر آخر دستش رو بند زمینه درازه. خب بریم تا تا تو تی. بله چه با ای چی میشه؟ ته 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 میشه. کدوم ای؟ ای غیر اول و یک بار با ای چسبان آخر. چرا با ای آخر چسبان؟ به خاطر اینکه نشانه ت غیر آخر دستش رو بند زمینه درازه. خب بریم را را روری. خب حالا میخوام را با ای ترتیب کنم. ر با ای چی میشه؟ ر ر ر میشه. کدوم ای؟ یک بار با ای غیر اول ترتیب میکنم و یک بار با ای آخر تنها، چون نشانه ر دستش رو خط زمینه دراز نیست. خب با ای چی میشه؟ نه نه نمیشه. یک بار با ای غیر اول ترکیب میکنم و یک بار با ای چسبان آخر، یا بهش میتونیم بگیم آخر چسبان، چون غیر آخر دستش رو بند زمینه درازه. ز ز ز و زی زی. حالا به من بگو ز با ای چی میشه؟ ز ز ز میشه. کدوم ای؟ یک بار با ای غیر اول و یک بار با ای آخر تنها، چون ز نشانه ای که دستش رو خط زمینه دراز نیست. اصلا به شما بریم سراغ اولین کلمه. نام خواهر آقای امین چه بود؟ احسان شما آزاده. باریکلا آزاده. صدای آخر چیه؟ ای آخر تنها. نگاه کن نشانه قبلش د هست. من ای آخر چسبان نیاوردم. حالا زود تون سریع بخشش کن. آزاده. بخش اول آ می نویسم، بخش دوم زا می نویسم، بخش سوم د می نویسم. حالا لطفا صداشو با من بشوار. یک دو سه چهار پنج، پنج دایره می کشم. صدای اول آ اول، صدای دوم ز، صدای سوم آ غیر اول، صدای چهارم د کمر خمیده، صدای آخر ای آخر تنها. یادت باشه عزیز دلم حتما نام اشاره ها رو کامل بیان کنی. خب سلاح من و شما چی بود؟ باید ازش خوب محافظت میکردیم. مداد. باریکلا مداد. باریکلا. بخشش کن مدان. بخش اول می می نویسم، بخش دوم داد می نویسم، با هم چی شد؟ مداد. خب شروع کنیم به شمارش. یک دو سه چهار پنج. ای غیر اول یادت نره، حتما باید بشماری یا این کوچولو ناراحت میشه، حسابش بیاری. یا خب پنج رو دیگه می کشم. صدای اول غیر آخر، صدای دوم ای غیر اول، صدای سوم د کمر خمیده، صدای چهارم آ غیر اول، صدای آخر ای آخر تنها. نگاه کن نشانه قبلش دستش رو خط زمینه دراز نیست، به خاطر همین ای آخر تنها.
لقب اشرف مخلوقاتو داده. با من بخوان انسان. بله انسان. صدای او کجا شنیدی؟ ابتدا اول کلمه چه ای گذاشتم؟ ا اول. بخشش کن انسان. بخش اول ان می نویسم. بخش دوم سان می نویسم. خب بریم شمارش صداها. زوفان سری. یک دو سه چهار پنج. پنج دایره کشیدم. صدای اول ا اول. صدای دوم غیر آخه. صدای سوم غیر آخه. صدای چهارم آ غیر اول. صدای آخر آخر. خب آقایین محترم، اگر مدارس باز بود و من شما رو زیارت میکردم، وقتی شما رو میدیدم میگفتم دانشمند کوچولو اسم خوشگله چیه؟ یا شما رو من میگفتید خانم معلم اسمتون چیه؟ یادتونه وقتی که خانم آموزگار داشت به اهالی جدول نشانه‌های فارسی درس میداد، یه دفعه صدای در آمد، چهار برادر شیطون بلا آمدن. خانم آموزگار چی گفت؟ گفت اسمتون چیه؟ باریکالله بخوان اسم. اسم. صدای ایو کجا شنیدی؟ اول کلمه چه ای اومد؟ اول. بخشش کن داخل یک مربع میگذارم چون تک بخشه. خب جذاب های دوست داشتنی بشمایی صداهاشا. یک دو سه. سه تا دایره میگذارم. صدای اول ا اول. صدای دوم غیر آخر. صدای آخر آخر. کلمه بعدی رو کمک کن به من بخوانم. تازه. تازه. صدای ای که صدای کشیده ای هست کجا شنیدی؟ بله کجا شنیدی؟ آخر. پس از ای آخر تنها استفاده می کنم. اصلا به شما بخشش کن. تا ز. بخش اول تا می نویسم. بخش دوم ز می نویسم. بریم سراغ شمارش صداها. یک دو سه چهار. چهار تا دایره گذاشتم. صدای اول ت غیر آخر. صدای دوم آ غیر اول. صدای سوم تک شکلی یه شکلی. صدای آخر ا آخر تنها. چرا ا آخر چندفان نگذاشتی؟ چون نشانه قبلش تک شکلی که دستش رو حتی زبونه دراز نیست. باریکالله. خب قشنگای من، عزیزای دل من، شما احیانا قبل از اینکه خواندن نوشتن یاد بگیرید وقتی نقاشی میکشیدید و تقدیم مامان گل یا بابای مهربان یا دوست عزیزت میکردید، میگفتید این یه نوشته یه نامه هست از طرف من به شما. الان که اینقدر شاد و پر انرژی شدی و کلی نشانه یاد گرفتی و نام زیبای مادر و بابا رو یاد گرفتی، میتوانی براشون نامه بنویسی و با مه تقدیمشون کنی. خب بخوان نامه. احسن به شما. بخشش کن نامه. بخش اول نام می نویسم. بخش دوم مه می نویسم. با هم چی شد؟ نامه. خب بیا چمارش صداها. یک دو سه چهار.
دیدی فرقی نمی کنه، ا آخر چسبان هست و ا آخر تنها. خب درس امروز ما تمام شد، ما با یک نشانه چهار شکلی دیگه آشنا شدیم. یادت باشه تمرین و تکرار جزء فراموش نشدنی من و شماست. با مامان گل، بابای محترم، حسابی تمرین کن و به بهترین نحو پاسخ بده که آنها از شنیدن یادگیری شما فوق‌العاده لذت ببرن. خیلی خوشحالم که امروز اینجا. من 10 سال پیش از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم و الان مایه افتخارمه که برگشتم. اولین باره که بعد از 10 سال برمیگردم اینجا. البته من تو دانشکده مدیریت بودم این پایین، و اینکه دوباره اومدم تو دانشگاه تهران خیلی حس خوبی بهم میده. خیلی دیدن چهره های جدید، کسایی که تازه وارد دانشگاه شدن، حس خوبیه. شما دارید الان یکی از بهترین رشته های مملکت رو میخونید، یعنی دوران طلایی آیتی اینجاست. هیچ وقت انقدر خوندن رشته آیتی و کامپیوتر انقدر ارزشمند نبوده. بازار کار فوق‌العاده‌ای وجود داره، هر روز داره بزرگتر میشه براتون، هر روز فرصت‌های شغلی بیشتری داره براتون ایجاد میشه و شرکت‌ها هر روز دارن بیشتر هزینه میکنن تا شماها رو جذب کنن، تا شماها که توانمندی‌های خوبی اینجا کسب کردید و جذب سازمانشون کنن و از شما استفاده کنن برای بهره‌وری بیشتر خودشون. خیلی خوشحالم که این مصاحبتون رو دیدم. خیلیاتون حستون این بود که دانشگاه چیز زیادی بهتون یاد نمیده. خب دانشگاه خیلی چیزا بهتون یاد میده، خیلی درسایی که اینجا میخونید براتون مهمه که یاد بگیرید که بعد تو کار ازش استفاده کنید. تک تک درسایی که میخونید، چه درسای اصلیتون، حالا تو حوزه برنامه نویسیه یا تحلیل یا درس آماره یا حتی درسای عمومی، همش خیلی مهمه که خوب یاد بگیرید این درس ها رو. و همونطور که خودتون گفتین چیزای دیگه هم هست که مهمه. مهارت های اجتماعی مهمه، قدرت مذاکره کردنتون خیلی مهمه. خیلی مهمه که توی کاری که میرید بتونید نظراتتون رو منتقل کنید، چه به همکاراتون، چه به مدیراتون، چه وقتی که مدیر شدید به بچه هاتون منتقل کنید که چی میخواید و بفهمید که آدما از شما چی میخوان. بعد بتونین خوب گوش بدین، بعد بتونین خوب حرف بزنین، خوب مذاکره کنین و بعد بتونین توی تیما کار کنین، بعد بتونین کارا رو تقسیم کنید. مثلا همین همایشی که داره برگزار میشه یه عالمه جزئیات داشته. کسایی که این همایش رو برگزار کردن خیلی براشون تجربه خوبیه که بدونن کار اجرایی انجام دادن چقدر فرق داره با درس خوندن و مسئله حل کردن. کسایی که این کارا رو بلد باشن خیلی توی سازمان ها موفق دارن. این مهارتیه که دانشگاه لزوماً توی تحصیل سر کلاس بهتون نمیده، ولی تو کار تیمی بهتون میده، تو پروژه بهتون میده و یه عالمه حداقل میدونم دانشگاه تهران خیلی بهتون فرصت میده تو انجمنهای مختلف عضو بشید، اردو برگزار کنید، نشریه چاپ کنید. هر کدوم از این کارها رو که انجام بدید خیلی امتیازه. و به عنوان منابع انسانی که دنبال جذب آدماست، برای ما خیلی مهمه که شما فعالیت جانبی توی دانشگاه انجام داده باشید. فقط موضوع درس خوندنتون نباشه. درس خون بودن خیلی خوبه، ولی این کارا رو هم خیلی خوبه که یاد بگیرید. کسی که این کارا رو انجام داده باشن خیلی امتیاز بالاتری دارن برای جذب شدن توی سازمان. خب کدومتون تا حالا کار کردین بچه ها؟ کار در رابطه با رشتتون انجام دادین؟ چند وقت انجام دادین؟ خوب بوده؟ فضاش متفاوت بود از دانشگاه؟ خب فضاش خیلی متفاوته و یه دنیای دیگه است. کسایی که سر کار رفته باشن میدونن دیگه موضوع فقط حاضری زدن سر کلاس و واحد پاس کردن نیست. ممکنه الان این کارو به نظر شما خیلی سخت بیاد، ممکنه مهمترین کار دنیا به نظرتون بیاد، ولی بعد که دانشگاه تموم شد میبینید که شاید اینا خیلی مهم نبوده. موضوع سر کلاس رفتن نیست، موضوع پاس کردن نیست، موضوع یاد گرفتنه. موضوع اینه که شما یه کاری رو یاد بگیرید، یه دید کلی نسبت به کاری که انجام میدید داشته باشید و بتونید مهارت یادگیری رو تو خودتون تقویت کنید و
اجرا کردن رو یاد بگیرید. دیگه نباید مسئله حل کنید، باید یه چیزی خلق کنید، یه ارزشی ایجاد کنید. حالا بعد که این دوره تموم شد میبینید که دغدغه های الانتون شاید خیلی اثر نداره روی موفقیت شغلی بعدتون. شما الان دارین توی یکی از بهترین دانشگاه های کشور درس میخونید، استاداتون استادای خیلی خوبین و خانواده‌هاتون حتما خیلی حمایتتون میکنن که توی دانشگاه موفق باشید، خوب یاد بگیرید، ولی از همه اینها مهمتر اینه که خودتون چقدر انگیزه دارید برای یاد گرفتن. اگه خودتون سر کلاس نیایید، اگه سر کلاساتون توجه نکنید، به درساتون گوش ندید، هیچ کدوم از این چیزا، این فضای دانشگاه، این استادا، این خانواده ها نمیتونن موفقیت شما رو تضمین کنن. خودتون باید بخواین، تلاش کنید و خوب یاد بگیرید. خب درس هر میخونید، لیسانس رو میگیرید، شاید فوق لیسانس هم بگیرید، یه عده کمیتون ممکنه که دکترا هم بخونید که ممکنه لازم هم نباشه برای خیلیاتون. بعدش دیگه باید وارد بازار کار بشید. خب بازار کار یه دنیای خیلی متفاوته، فضای سازمان یه فضای خیلی متفاوته. اونجا شما باید یاد بگیرید که تأثیر بذارید، باید بودن و نبودنتون فرق کنه، باید چیزی که ایجاد میکنید برای سازمانتون مهم باشه. اینجا باید خودتون انتخاب کنید که چی میخواین خلق کنین، که تو چه فضایی میخواید چیزی رو خلق کنید و کنار چه کسانی. این به شما کمک میکنه که سازمانتون رو انتخاب کنید. میخواید توی یه سازمان دولتی مشغول بشید، میخواید توی یه شرکت خصوصی بزرگ کار کنید، یا میخواید توی شرکت کوچولو کار کنید. کدومتون الان میدونین که تو چه سازمانی میخواین کار کنین؟ تو چه سازمانی میخواین کار کنین؟ صنعتی میخواین کار کنین. کیا اسم شرکتایی که میخوان توش کار کنن رو میدونن؟ اسم دوتا شرکتی به من بگید که شما دوست دارید توش کار کنید. چه شرکتی؟ شرکت ریحون. شرکت ریحون که صنعتی نیست. دیگه هیچ شرکتی نیست بچه‌ها که اسمشو بدونین. چه شرکتی؟ دیجیکالا. خب دیجیکالا مثل گوگل توی ایران، همه دوستان توش کار کنن، فضای کاریش خیلی بزرگه، خیلی جای رشد و یادگیری داره، یه عالمه سازمانای مختلف هستن که شما میتونین انتخاب کنید. الان هم فرصت خوبیه که این شرکت‌ها رو بشناسید، بدونید هر کدوم از این شرکت‌ها چه کار میکنه. ممکنه اولش برید تو یکی دو تا سازمان، بیاید بیرون، خوشتون نیاد، ممکنه که محیط کاریشو دوست نداشته باشید، ممکنه که اونا شما رو دوست نداشته باشن. من خودم اولین جایی که شروع به کار کردم ازش اخراج شدم. بعد از 3 ماه به من گفتن که تو به درد این کار نمیخوری و ما نمیتونیم با تو کار کنیم. خب نمیدونستم، خیلی چیزا رو نمیدونستم راجع به کار کردن توی سازمان. فکر میکردم که مثل سر کلاسه، فقط برم اونجا بشینم و عصر رو بیام بیرون تمامه. ولی بعدش فهمیدم نه، ما باید یه چیزای درست کنیم، یه چیزای ایجاد کنیم، یه کاری کنیم که مدیرمون به ما نیاز داشته باشه و یه چیزی ایجاد کنیم که اگر من اونجا نبودم اتفاق نمی افتاد. این اون تأثیر شما توی محیط کاره که باید خیلی زیاد باشه تا بتونید به هدفاتون برسید. هزاران عنوان شغلی مختلف تو حوزه آیتی وجود داره که شما میتونید انتخاب کنید و هزاران سازمان مختلف توی تهران وجود داره که نمیدونم چی میگین، متوجه نمیشم، که میتونین توش کار کنین. اشکالی هم نداره که اولش یکی دوتا سازمان انتخاب کنید، بعد ببینید که اشتباه بوده و بیاید بیرون، دوباره برید وارد یه سازمان دیگه بشید. زندگی به شما فرصت اشتباه کردن میده، مهم نیست که اولش چند تا اشتباه بکنید، استرس نداشته باشید براش و یاد بگیرید، از هر فرصتی برای یاد گرفتن استفاده کنید. سازمان‌های مختلف رو امتحان کنید، ببینید هر سازمانی هدفش چیه، برای چی درست شده. مثلا کمیته امداد برای چی ایجاد شده؟ کمیته امداد ایجاد شده که آدمای فقیر رو تحت پوشش داشته باشه. یعنی کمیته امداد آیا وقتی موفقه که همه آدمای کشور فقیر باشن و 60 میلیون نفر رو تحت پوشش داشته باشه، یا کمیته امداد زمانی موفقه که هیچ آدمی تحت پوشش نباشه و حذف بشه کلا؟ چه سازمانیه که شما دوست دارید براش کار کنید؟
دوست دارید برای یه جایی مثل دیجیکالا کار کنید، یا دوست دارید برای یه سازمان کوچولو کار کنید، برای مثلا یه شرکت 10 نفره کار کنید یا یه شرکت 1000 نفره، چه فرهنگی رو دوست دارید؟ دوست دارید تو چه فضایی کار کنید؟ دوست دارید تو فضای رسمی کار کنید یا دوست دارید تو فضای غیر رسمی کار کنید؟ و چطوری میتونید این فضاها رو از هم تشخیص بدین؟ چجوری میتونید بفهمین که سازمانی که دارین واردش میشین سازمان مطلوب شما هست یا نه؟ خب قبلش یکی دو تا تجربه کوچیک باید داشته باشید. وقتی که توی سازمان میرید، برای اینکه بفهمین فرهنگ اون سازمان چیه، یه سری سوال ساده هست که میتونین بپرسین. میتونین ببینین داستان آدمای موفق توی سازمان چی بوده، چه آدمای موفق شدن، چه آدمای جلو رفتن. خیلی از شما ممکنه داستان موفقیت مثلا استیو جابز رو خونده باشید یا بیل گیتس رو خونده باشید و ببینید که این آدم ها چه کار کردن که موفق شدن. تو هر سازمانی هم که وارد میشید، برای این که بدونید چجوری میتونید جلو برید، بهتره که به راه رفته شده نگاه کنید، ببینید چه آدمی توی سازمان موفق شده و اون آدم چه کار کرده. من یه مدت مدیر منابع انسانی شرکت آریا همراه بودم، خدمات تو حوزه آیتی میده به شرکت ایرانسل. این شرکت چند تا داستان داشت. یه داستان موفقیت یه انسان رو داشت، آقای حاج غلامعلی. اگر که وارد حوزه خدمات آیتی بشید، همه تون اسم ایشون رو خواهید شنید. خب این آدم چی داشت که موفق شد؟ مثلا آدم دقیقی بود، آدم بسیار یادگیرندهی بود، آدم باهوشی بود، آدمی بود که کار انجام میداد، آدمی بود که وقتی کاری بهش سپرده میشد از اول تا آخرش رو میدونست و از اول تا آخرش رو درست انجام میداد. شما این قابلیت ها رو باید تو خودتون تقویت کنید که چطوری میخواین یه کاری رو از اول تا آخرش انجام بدید. الان میدونید مثلا برای انجام دادن این همایش از اول تا آخرش چه کاری باید انجام بشه؟ میتونین یه چک لیست درست کنید برای یه پروژه؟ اینا مهارت‌های کلیدی‌ان که شما باید داشته باشید. یه داستان دیگه که ما اونجا داشتیم، داستان یه اتفاق بدی بود که اونجا افتاده بود. مثلا یه بار یه دیتا سنتر خیلی بزرگ که اطلاعات همه مشتری‌ها توش کرش کرده، تماس‌های تلفنی قطع شده و شرکت داره هر ثانیه جریمه میشه، جریمه‌ای که ممکنه به میلیون دلار برسه. خب حالا ما چه کار کردیم؟ ما اومدیم همه آدم ها شبانه روزی وایستادیم توی شرکت، حتی خونه نرفتیم، موندیم تا مسئله رو حل کردیم و به حد اقل رسوندیم هزینه شرکت رو. این یعنی که ما شرکتی هستیم که وقتی مشکلی پیش میاد هممون کنار هم وای میستیم کار میکنیم و اینکه بعدش کسی اخراج نشد. این یعنی که ما فرصت یادگیری به آدم رو میدیم. شما هم توی سازمانی که میرید باید این موارد رو شناسایی کنید، ببینید که چطور آدم ها توی سازمان موفق شدن، جلو رفتن، داستان تأسیس شرکت چی بوده، مدیرعاملش کیه. من همیشه میرم مصاحبه های مدیرعامل ها رو میخونم، شما میتونید این کار بکنید، ببینید که مدیرعامل های سازمان ها چه تفکری دارن، سازمانشون رو میخوان به چه جایی تبدیل کنن و ببینید شما میتونید اون آدمه بشید برای سازمان یا نه. حالا تو هر فضایی که رفتید، تو هر فضایی که شروع به کار کردید، یه سری موارد هست که خیلی مهمه، یه سری مهارت هست که خیلی مهمه که تو هر کاری باید داشته باشید. مهمترین چیز توی سازمان وقتی که میخواید رشد کنید اینه که احترام کسب کنید. چجوری این احترام رو کسب کنید؟ تصمیم درست بگیرید. وقتی راجع به موضوعی حرف میزنید فقط منافع فردیتون رو نبینید، منافع بقیه رو هم ببینید، قضاوت درست داشته باشید. توی کلاساتون هم حتما کسایی هستن که احترام شما رو ایجاد کردن نسبت به خودشون. این آدم ها چه ویژگی‌هایی داشتن؟ کی تو کلاستون بیشتر از بقیه مورد احترامه؟ چه ویژگی داشته؟ میتونین یه ویژگیشو بگین؟ مورد اعتمادن. چه جوری این مورد اعتماد بودن و کسب کردن؟ در طول یه مدت رفتار درست نشون دادن، دروغ نگفتن. چی؟ مسئولیت پذیر بودن.
مسئولیت پذیر بودن، یعنی کاری که ازشون خواسته شده رو درست گرفتن و انجام دادن. توی سازمان هم تا حد خوبی همین موضوع میتونه شما رو به موفقیت نزدیک کنه. دیگه اینکه آدم تاثیرگذاری باشید خیلی مهمه. بله، لزومن ارجحیت قرار ندین، ولی حتما ببینید منافع بقیه رو هم. اینکه شما در طولانی مدت نشون بدید که به جز منافع خودتون به منافع بقیه هم اهمیت میدین، باعث میشه که به حرف شما بیشتر اعتماد کنن، برای حل مسائل پیش شما بیان و به مرور شما آدم قابل اعتمادی میشید و آدم تاثیرگذاری میشید. اگه رفتار حرفه‌ای داشته باشید و اگر اونقدر قوی بشید که مدیرتون و سازمانتون بدون شما کارش جلو نره، اون موقع است که میتونید حرفی برای گفتن داشته باشید، میتونید منشأ اثری باشید توی سازمان. که من فکر میکنم مهمترین عاملی که کمک میکنه کشورمون هم به جای بهتری تبدیل بشه همینه که هر کدوم از ما تو اون جایی که هستیم درست عمل کنیم. شما احتمالا خیلیاتون برنامه رفتن از ایران رو دارید، خیلیاتون به نظرتون میاد که اینجا دیگه جای زندگی نیست، ممکنم هست که حق داشته باشید. ولی اگر که برای کسایی که نمیتونن از اینجا برن، برای کسایی که شرایطش رو ندارن که از اینجا برن، این آدم ها به کی باید امید داشته باشن؟ باید به شما امید داشته باشن، شما که تحصیل کرده هستید، شما که توانمند هستید و شما که میتونید تو حوزه حتی کشوری نقش مهم داشته باشید. کسایی که داری درس میخونی توی یکی از بهترین دانشگاه‌های این مملکت، به عقیده من بهترین دانشگاه‌های این مملکت، شما دارید درس میخونید، آدمای باهوشی هستید، احتمالاً همتون تو 5% بالای جامعه هستید از نظر هوش و فقط یه اراده لازمه، یه میلی لازمه که شما برای ایجاد تغییر داشته باشید که اینجا رو به جای بهتری تبدیل کنید و میتونین تاثیرگذار باشید. تک تکتون میتونین تاثیرگذار باشید، حتی اگه از ایران برید میتونید تاثیرگذار باشید تو فضای ایران. و چیز دیگه ای که ازتون میخوام نسبت بهش دید کسب کنید، به عنوان آدمی که داره امثال شما رو استخدام میکنه، دنبال آدمای توانمند تو همکلاسی های شماست، اینه که سعی کنید یه درک کلی از کارتون داشته باشید. شما چی کار میکنین؟ کد میزنین؟ اپلیکیشن مینویسید؟ سخت افزار طراحی میکنید؟ یا دارید زندگی آدم ها رو تغییر میدید؟ شما دارین یه چیزی خلق میکنین که رو زندگی آدم ها تأثیر میذاره. یه مثالی برای ما میزدن که از آدمایی که داشتن کلیسا رو میساختن میپرسن که شما دارید چه کار میکنید؟ خب یکیشون میگه من دارم چوب میبرم، آجر میسازم، یکیشون میگه من دارم دیوار میسازم یا خونه میسازم. ولی توی یه نگاه بزرگتر ما داریم یه خونه میسازیم برای آدما که توش زندگی کنن، ما داریم یه کلیسا میسازیم که برای یه هدف بزرگتری داره استفاده میشه. شما باید یه نگاه بزرگتر کسب کنید نسبت به اون کاری که دارید انجام میدید. الان دانشجوین، دارین درس میخونین، دانشگاه یه سری چیزها رو بهتون میده سر کلاس مستقیما، یه سری فضا براتون ایجاد میکنه برای یاد گرفتن، تمرین کنید همون مهارت اجتماعی که خیلیاتون روش تاکید داشتید. بهتر از اینجا فضایی ندارید که یادش بگیرید. سعی کنید کامیونیتی درست کنید، گروه های دانشجوی مختلف درست کنید و یه سری فعالیت انجام بدید، اردو بذارید، یه سری NGO تشکیل بدید و تمرین کنید که یه پروژه‌ای رو برنامه ریزی کنین و اجرا کنید. و اگر یه همچین چیزی رو توی رزومتون داشته باشید، مطمئن باشید چه شرکت‌های ایرانی و چه شرکت‌های بین‌المللی خیلی بیشتر تلاش می‌کنن که شما رو جذب کنن. همین الانش هم همینی که شما اینجا هستید و یه مدرک حداقلش لیسانس از دانشگاه تهران می‌گیرید، کار خیلیاتون اون بیرون تضمین شده است. یعنی این داستانی رو که توی ایران فرصت شغلی وجود نداره، امکان کار پیدا کردن وجود نداره، خیلی داستان غیر واقعیه. من الان به عنوان منابع انسانی توی یه شرکتی که 200-300 نفر پرسنل داره، همین الان در لحظه 40 نفر باید جذب کنم. 40 نفر به اندازه یه دونه کلاس شما همشون باید بیان توی سازمان ما شروع به کار کنن و پیدا نمی کنم
آدمایی رو که توانمند باشن به اندازه کافی و علاقمند باشن برای کار کردن. شما اگه حداقلی رو توی دانشگاه یاد بگیرید، شغلتون تضمین شده است و اگر که دوست داشته باشید کاری رو که انجام میدید، پیشرفتتون تضمین شده است. خیلیاتون هم ممکنه که اصلا نخواید توی سازمان وارد کار بشید، ممکنه که بخواید شرکت خودتون رو بزنید. به هر حال الان تب استارتاپی خیلی داغه و چه کسی بهتر از فارغ التحصیلای رشته های شما که استارتاپ بزنن. همتون حتما ایده های خوبی دارید، ولی توصیه من بهتون اینه که زود شروع نکنید. قبل از اینکه شرکت خودتون رو تأسیس کنید، مدیر عامل سازمان خودتون بشید، دوست دارید همتون رئیس بشید، رئیس بودن خیلی خیلی چیز خوبیه، خیلی کیف داره، ولی از بیرون داخلش خیلی کار سختیه و میتونه زندگیتون رو تباه کنه. خیلی وقتا یه نیروی متخصص و قوی بودن بهتر از مدیر عامل بودنه، بهتر از مدیر بودنه. اینکه شما یه کارشناس خبره باشید که مدیرتون بهتون خیلی احتیاج داره، خیلی مهمتر از اینه که یه مدیری باشید که هیچکی دوست نداشته باشه باهاتون کار کنه. برای همین حتی اگر که میخواید استارتاپ خودتون رو تشکیل بدید، اگر که میخواید سازمان خودتون رو داشته باشید و رئیس خودتون باشید، مدتی توی یه سازمان کار کنید، یاد بگیرید که سازمان چه اجزایی داره، سازمان چه کار میکنه، اون فرایندی که داره انجام میده بجز محصولی که تولید میکنه کنارش چه کارهای جانبی دیگه ای انجام میده، چه فعالیت هایی لازمن که اون محصول یا خدمت تولید بشه، بعد برید سراغ بیزنس خودتون. خیلی مهمه که چند تا کورس مالی پاس کنید همتون، چند تا کورس مدیریتی پاس کنید. اگر که MBA بخونید برای تأسیس شرکت خودتون که چه بهتر، یه سری مبانی رو بهتون یاد میدن و یه سری خطاها رو حداقل تکرار نمی کنید، خطاهایی که دیگران کردن و باعث ایجاد یه سری درس شده، اونا رو بخونید، خیلی بهتون کمک میکنه و بعدش میتونید برید سراغ استارتاپ خودتون، یه شرکتی رو خلق کنید. و مسائل مالیش خیلی مهمه که بتونین پوششش بدین. بچه ها دیگه الان من چیزی به ذهنم نمیرسه که براتون بگم. خودتون به نظرتون چیا رو باید بهتون بگم؟ چی؟ خب فکر کنم تا حدی گفتم. ببینید یه چیزی که من از یه تازه فارغ التحصیل میپرسم اینه که تو دانشگاه غیر از درس خوندن چه کار میکردی؟ شما تو دانشگاه غیر از درس خوندن چه کار میکنین؟ چند تا کارتون رو بگین، چه کار میکنین تو دانشگاه؟ خیلی وقتا سر کلاس هم نمیرین، غیبت میکنین، میان تو دانشگاه ولی سر کلاس نمیرین، اون وقتا چه کار میکنین؟ بازی میکنین؟ چی بازی میکنین؟ کامپیوتر؟ دانشگاهتون گیم نت داره؟ تو سایت میرین بازی میکنین؟ بازی گروهی میکنین یا تکی بازی میکنین؟ خب کسایی که گروهی بازی میکنن اولویت دارن. حتی اگه بازی میکنین میتونه خوب باشه، کسایی که بازی گروهی میکنن اولویت دارن. خب دیگه چه فعالیت هایی میکنین؟ عضو انجمن هستید، این خیلی خوبه. اردو برگزار میکنید، کار اجرایی کردید، خب این خیلی مهمه. دیگه چیزی که ازتون میپرسم اینه که چند تا دوست صمیمی دارین؟ با چند نفر تو دانشگاهتون دوست شدید؟ چند تا رابطه دشمنی داشتید؟ با چند نفر دعوا کردین؟ تا حالا توی دانشگاهتون دعوا کردین؟ تا حالا دعوای بزرگ تو دانشگاهتون دیدین؟ هیچ وقت بچه‌هاتون دعوای بزرگ نکردن که چند نفر درگیر بشن؟ چه واکنشی نشون دادید؟ اینکه واکنش شما نسبت به رویدادهای مختلفی که ممکنه سر کار هم اتفاق بیفته چیه؟ دیگه چیزایی که ازتون میپرسن اینه که چه درسی رو دوست داشتید؟ چرا دوست داشتید؟ چی کار میخواین بکنین با زندگیتون؟ ازتون میپرسن که 5 سال آینده کجا ممکنه باشید؟ کسایی که مصاحبه استخدامی رفتن حتما با این سوال مواجه شدن که 5 سال آینده کجا میخواید باشید. شما جواب دارید برای این سوال؟ 5 سال آینده کجا میخواین باشین؟ 5 سال آینده کجا میخواین؟ میخواین مدیر باشین؟ میخواین دانشجو دکترا باشین؟ میخواین یک کارشناس خبره باشید؟
جواب این سوال مهم نیست. کسی که مصاحبه استخدام میرن جواب این سوال مهم نیست که شما چی میگین. مهم اینه که چه برنامه‌ای برای رسیدن به اون هدف دارید. اگه میخواید مدیر بشید امروز چه کار کردید که فردا مدیر بشید؟ اگه میخواید بیزینس خودتون رو داشته باشید امروز براش چی کار کردید؟ من یه هدف اینجا دارم. خب قبلش چی؟ شما پله ها رو چیدید؟ اصلا میدونید پله ها چی هن؟ و کسی که این پله ها رو بدونه قطعا برای سازمان آدم مناسب تریه. اینا چیزاییه که کسی که شما رو وارد سازمانش میکنه براش خیلی مهمه. این توانمندی ها رو شما داشته باشید. خب چند تاتون فکر میکنید این توانمندی ها رو دارید؟ هیچ کدومش چیز سختی نیست. همش چیزاییه که میتونین توی همین روابط خودتون تمرین کنید، بسازیدش، سعی کنید تو برنامه ها مشارکت کنید، تمرین کنید، یاد بگیرید. اینجا ارزون ترین جاییه که میتونید چیزی یاد بگیرید. آسون ترین جاییه که میتونید تمرین کنید بدون هزینه، بدون دردسر چیزی یاد بگیرید. بهترین فضای یادگیریتونه. دیگه فکر میکنین که چی لازم دارین؟ و یه چیزی هم که خیلی خیلی مهمه اینه که وارد هر سازمانی میشید واحد منابع انسانی رو پیدا کنید و حرف بزنید و سوال بپرسید تا بفهمید که اون سازمان چه کار میکنه و جایگاه شما توی سازمان چیه. گفتم براتون شرکت ما الان یه شرکت 300 نفر است. ما توی زمستون توی دی یا بهمن یه نفری رو استخدام کردیم به عنوان UI User Interface. این آدم اومده یه کارشناس کامپیوتر خیلی قدرتمند توی سازمان شروع به کار کرده، رفته اومده رفته اومده، اصلا واحد منابع انسانی رو ندیده. 3 ماه گذشته، حقوق نگرفته، کسی اصلا نمیدونه که این آدم توی سازمان وجود داره و تازه شروع کرده که چرا به من حقوق نمیدن، من چجوری باید دنبال کنم کارمو. این اون چیزاییه که شما باید اولش که وارد سازمان میشید خیلی سریع بفهمید، وگرنه ممکنه براتون مشکلاتی ایجاد کنه. توی سازمانا که میرید اول از همه با مدیرتون حرف بزنید، ازش بخواید که کار رو براتون توضیح بده. خیلی سریع واحد منابع انسانی رو پیدا کنید، با آدمای منابع انسانی سازمان حرف بزنید و ازشون بپرسید که این سازمان چجوری کار میکنه، ازشون بخواید براتون توضیح بدن. اینطوری احتمال بروز مشکل براتون در آینده خیلی کم میشه. دیگه فکر میکنید چیا باید میگفتم که نگفتم؟ بله بله، به فرض نیست، خیلی واقعیه، خیلی واقعیه. آره ببینید، گفتم همین حداقل هایی که شما توی دانشگاه یاد میگیرید، حداقل توی دانشگاه تهران یاد میگیرید برای جذبتون توی سازمان کافیه. شما اینجا واقعا نمیدونید چه جنگی اون بیرون برای جذب کردن شما، برای جذب کردن شما که حداقل کار کردن رو بلدید، حداقل زبان انگلیسی رو بلدید و میتونید واقعا کار سازمان ها رو آسان تر کنید. اگر که تعداد کسایی که اپلای میکنن کم باشه ما استانداردامونو آره ممکنه جابجا کنیم. همین الان استانداردهای سازمان ها حداقلیه. باورتون نمیشه که سازمان ها از چه چیزایی صرف نظر کردن برای اینکه نیروهای مورد نظرشون رو پیدا کنن. نمیگم همشون سازمان های خوبی هستن، نمیگم همشون شما رو به پیشرفت میرسونن، ولی حداقلش اینه که امکان نداره شما بیکار بمونین. برای شروع حداقل میتونید وارد یه سازمان بشید، یه سازمان 10-20 نفره یا سازمان 500 نفره یا بزرگتر، و کسایی که اپلای میکنن معمولا بیشترن، 200 نفر 300 نفر، ولی اون حداقل ها هم ندارن. و نمیدونم این اتفاق خوبیه یا دلیلش چیه، من تا الان 1 نفر فارغ التحصیل دانشگاه تهران رو ندیدم که بیکار باشه. شما خودتون کسی رو میشناسین که بیکار باشه؟
خیلی خیلی بازار کار برای شما الان جای خوبیه. گفتم الان دوره طلایی کار کردن و کار پیدا کردن برای شما هست و دوره‌ایه که هر کدومتون میتونین یه چیز خوبی بسازین و یه دوره رونق اقتصادی ایجاد کنید با تخصصایی که دارین، با تلاشی که میکنین و با ارزشایی که خلق میکنین توی سازمان. خب دیگه چه چیزی هست که من باید میگفتم و خودم نگفتم؟ بله این آدم اومده توی سازمان، اومده و رفته، اومده و رفته، با هیچکی صحبت نکرده. این اشتباهه. تو هر سازمانی که میرید حتما با دوربریاتون حرف بزنید، با کسی که کنارتون میشینه حرف بزنید، با واحد مالی حرف بزنید، با واحد منابع انسانی حرف بزنید. این آدم سایه بوده توی سازمان. میدونم این نقص بقیه سازمان هم هست که ما نفهمیدیم یه آدمی اومده و رفته، ولی خود این آدم اگه یه جا یه قدمی برمیداشت قطعا این اتفاق برش نمی افتاد. این یه تجربه است برای ما که فضای سازمانمون رو دقیق تر بسنجیم و ببینیم چه آدم هایدن توی سازمان میان و میرن، و یه درسیه برای آینده شما که توی سازمانی که میرید با آدم ها حرف بزنید و موقعیت خودتون رو مشخص کنید. و آره فرصت مهمه که چه فرصتیه. شما الان خیلیاتون خب کاری نکردید هنوز، هر فرصتی میتونه برای شما جای یادگیری فراوان داشته باشه. میتونید کار تخصصی رو یاد بگیرید توی یه سازمان کوچیک یا بزرگ، یا اگر که یاد نگرفتید میتونید تجربه کسب کنید راجع به اینکه چه فضای سازمانی خوب نیست برای کار کردن. شما تا شکست نخورید نمیفهمید که اون راه اشتباه بوده. خیلی احتمالش کمه که انتخاب اول شما انتخاب درستی باشه. حتی این رشته ای هم که انتخاب کردید ممکنه مناسب شما نباشه، هرچند واقعا به عقیده من بهترین رشته ایه که الان میشه توی ایران خوند، ولی شاید مناسب شما نباشه. سازمانی هم که انتخاب میکنید شاید مناسب شما نباشه، اصلا هم اشکال نداره. بدون استرس انتخاب کنید، برید داخل سازمان ها فضاها رو تجربه کنید، آدم ها رو ببینید، مدیرای مختلف رو ببینید، تا آدمایی رو که شما رو اذیت میکنن نبینین، فضاهایی که شما رو آزار میدن نبینین، نمیفهمین چه فضای مناسبتون نیست. بعد برید تجربه کنید ببینید کجا مناسب شما نیست، تا بعدن بفهمین چه چیزی مناسب شما هست. تونستم منظورم بگم؟ اوکی. امیدوارم که همتون اینجا بمونید، همتون توی ایران مشغوله به کار بشید، همتون منشأ موفقیت و پیشرفت زیاد باشید. امیدوارم که یه چند تاییتونم توی سازمان خودمون ببینم که کارهای خیلی خوب و ارزشمند انجام میدید. اگرم که بچه ها نکته دیگه هست من یه مدت اینجا خواهم بود در خدمت شما. مرسی از وقتتون.